کلسترول بالا 371 سد سیر را دریابید سیر به دلیل داشتن آنزیم های طبیعی در کاهش کلسترول نقش مهم می دارد اصاره دو عدد سیر را بگیرید و روزی یک قاشق غذاخوری از آن میل کنید سیر نه تنها چربی خون را کاهش می دهد، بلکه بین چربی های مفید و مزر تعادل ایجاد می کند و در تأمین سلامتی شما مفید است. 372. بادام بخورید خوردن بادام و آجیل به عنوان میان وعده در کاهش کلسترول بسیار نقش دارد چون دارای موادی هستند که چربی خون را می گیرند. دانشمندان خوردن گردو را هم چهار بار در هفته مفید می دانند. سی سد و هفتاد و سه اصل را فراموش نکنید اصل از دیرباز یکی از مواد غذایی پایین آورنده چربی خون بوده روزی یک قاشق چایخوری اصل را چه به صورت خالی و چه به شکل ترکیبی در یک فنجان آب گرم همراه با آب لیمو یا سرکه سیب میل کنید 374 جوی دوسر هم مفید است خوردن روزانه ی جوی دو سر برای کاهش کلسترول بسیار مفید است. بهتر است جوی دوسر را به جای شیر با آب میل کنید. نوشیدن روزانه نصف فنجان از آن تا 90 درصد چربی خون را کاهش می دهد. 375. سویا بخورید خوردن دانه های سویا را به مقدار زیاد در برنامه غذایی هفتگی خود بگنجانید چون HDL و LDL بدن را تغییر می دهد و اصلاح می کند. برای گرفتن نتیجه بهتر دو تا سه بار در هفته سویا بخورید. 376 زردچوبه و بادمجان زردچوبه را کاهش دهنده کلسترول می شناسند. یک قاشق چایخوری زردچوبه را با یک عدد بادمجان پخته له شده مخلوط کنید و بخورید. 377 ریواس و ماست ریواس پخته را که کاهش کلسترول است با ماست کمچرب تازه که تنظیم کنندی خون است مخلوط کنید و در یخچال بگذارید تا سرد شود و آن را به عنوان میان بعده میل کنید. 378 با کنگر فرنگی آشنا شوید. خوردن کنگر فرنگی نه تنها برای سلامتی مفید است بلکه سطح کلسترول را هم پایین می آورد. برای گرفتن نتیجه بهتر آن را به صورت پخته یا در سوپ میل کنید. 379. میوه بخورید. همه میوه ها پکتین دارند. بنابراین خوردن میوه ها و سبزی های مانند سیب و هویج که سرشار از پکتین هستند هم کلسترول را کاهش میدهد و هم بین چربی های مفید و مزر تعادل ایجاد می کند. 380. انگور دوست داشتنی. انگور قرمز سرشار از آنتی است که کاهش دهنده طبیعی کلسترول است. خوردن انگور یا آب انگور را فراموش نکنید. البته آب انگوری که از مغازه ها می خرید به اندازه آب انگور طبیعی همراه پوست آن ارزش ندارد.